know what you're gonna do about dinner. We actually just pulled up to the pie shop. You gonna have pie for dinner? We're gonna have macaroni for dinner. We got leftover macaroni. We're gonna put that on top of the pie. This is gonna be an awesome dinner. نخستین نمایش جهانی فیلم اسیر، 14th فیلم اتم اگویان در جشنواره کن برای این کارگردان موفقیت چندانی به بار نیاورد. مناظر هومه‌های برف زده و یخبندان غرب کانادا خاطره فیلم درخشان او The Sweet Hereafter را زنده می‌کرد. اما این فیلم هیجانی با بازی‌های رایان رینولدز و روزاریو داسون درباره بچه‌های گمشده و رنج والدینان‌ها به قول جاستین چنگ منتقد ورایتی نشان می‌دهد که آقای اگویان با تقلید کورکورانه از کارهای قدیمی خودش به ورطه درجا زدن سقوط کرده. I know the park, I know where he went missing and I know that the mother just turned her back for a moment. اتم اگویان میگوید پارک محل گم شدن این بچه نزدیک خانه خودش در غرب کاناداست و میداند این بچه کجا گم شده، کجا مادرش یک لحظه سرش رو برگردانده و مادر او رو میشناسد و پدرش را هم و هنوز هم پوسترهای جستجو برای این بچه را در اطراف شهر میبیند که نشان میدهد پدر مادرها هنوز باور دارند شاید بچه آنها روزی از جنگل بیرون بیاید. نمایش بخش دوم فیلم چگونه اجدهای خود را آموزش دهیم محصولی از واحد نقاشی متحرک شرکت دریم ورکس از کارگردان دین دوبلوا در جشنواره کن تجلیلی به شمار می رود از موفقیت بخش نخست این اثر که هم هنرمندانه بود هم پرفروش بود و هم در محتوایش پیامی روحی بخش داشت درباره تربیت فرزند. در فیلم دوم هیکاپ و اجدهایش بیدندان آری پر از اجدهای وحشی پیدا می کنند و موضوع فیلم اتحاد است برای دگرگونی آینده بشر و آینده محیط زیست. We live in a world where there's still not equal pay for equal work. بازیگر کیت بلانشت چهره اصلی مصاحبه مطبوعاتی این فیلم بود که به شدت به عدم مساوات در درآمد زن و مرد در مشاغل مشابه اعتراض کرد و گفت آزرده خاطر است از اینکه در سال 2014 هم نه تنها در صنعت سینما بلکه در همه صنایع این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده. نمایش خواب زمستانی فیلم 3.5 ساعته پرگفتار هنرمند برجسته سینمای ترکیه نوری بیلگ جیلان با کادربندی خیره کننده تصاویرش مهمترین رویداد روزهای نخست جشنواره کن بود. فیلمی که از همکنون گفته می شود نخل طلای امسال را خواهد گرفت. آقای جیلان همیشه با دست پر از کن برگشته. سال 2008 درام او سه میمون جایزه بهترین کارگردانی، سال 2011 فیلم یکی بود یکی نبود در آناتولیا و سال 2002 فیلم اوزاک او جایزه بزرگ هیئت داوران را گرفت. خواب بزرگ در دشت‌های آناتولی ترکیه فیلم برداری شده و داستان بازیگری است که با همسر و زن جوان و خواهرش یک مهمانسرای کوچک را اداره می‌کنند. زندگی زناشویی پرتلاطم خود هنرپیشه و طلاق دردناک و اخیر خواهرش محورهای داستانی فیلم هستند.